وضعیت مهره های سیاه نظام ولایت بر روی صفحه شطرنج سیاست وضعیت بغرنجیه. بغرنج چه عرض کنم؟ فلاکت باره. شاه ولایت علاوه بر اینکه آچمز شده و مهره هاش یکی یکی دارن از دور خارج میشن، گرفتار شکاف درونی هم هست. مهره ها به جان هم افتادن و جنگ باندی روز به روز بحرانی تر میشه. ببینید کار این شاه مات به کجا رسیده که حالا قلعه های سیاه یا همون سپاه پاسدارانش به سوژه بحران تبدیل شدن. بله، تعجب نکنید، همون پاسداران جانی و غارتگر رو میدن. مدتی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی همایشی رو برگزار کرد که عنوانش همایش مبارزه با فساد بود. هدف از این همایش چه بود؟ هدف این بود که آخوند روحانی بیاد و بگه حالا بگذریم از اون جاهایی که انحصار وجود داره و خود انحصار عامل فساده. ما باید با انحصارها مبارزه کنیم. هر چیزی در جامعه رقابتی نباشه و منحصر باشه و مدیریتش انحصاری باشه مشکلات داره. حالا گاهی وقتا ممکنه بعضی از امور کاری نشه کرد، اون وقت باید نظارت قوی تر بر روی اون بخشی قرار داد که متاسفانه انحصار وجود داره. ولا شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه. آخوند روحانی در این سخنرانی دجالگرانه اسمی از نهاد مورد نظرش نبود، اما اشاره های آشکارش به انحصار و تفنگ و تبلیغات به قدری تابلو بود که همه فهمیدن که منظورش سپاه پاسدارانه. علی لاریجانی هم که متحد آخوند روحانی در این جنگ باندی به حساب میاد، در همین همایش به انحصار و انحصار طلبی به عنوان ریشه فساد اشاره کرد و بدون اسم بردن صریح از سپاه پاسداران گفت ممکنه انحصارات از یه شکلی به شکل دیگر تبدیل شده باشه، ولی به هر حال دستگاه های حکومتی که رانت اطلاعاتی دارن درش نفوذ زیاد دارن. موارد زیادی هست در این زمینه که واقعا نشون میده در زمینه اجرای اصل 44 هم ناقص اجرا شد هم غلط. مثلا اینکه ما پالایشگاه رو بدیم به وزارت دفاع معناش چی از نظر حکومتی؟ یا مثلا پتروشیمی بدیم، یا مثلا بنیاد شهید بانک داشته باشه چه خصوصیتی داره؟ یا دامداری و مرغداری داشته میشه؟ خلاصه اینکه هدف باند رفسنجانی روحانی از ترتیب دادن این همایش چیزی نبود جز خیز برداشتن برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از منابع ثروت. کما اینکه بلندگوی رفسنجانی یعنی روزنامه حکومتی جمهوری هم دو سه روز بعد قاطی دعوا شد و برای محکم کاری نوشت هرچند رئیس جمهور روحانی از شخص یا نهاد خاصی در سخنان خود نام نبرد، ولی با توجه به مصادیقی از مظاهر قدرت که در سخنان وی آمده کاملا مشخص بود که مصداق این سخن کدام نهاد است. به نظر می رسد به جای عبارت دیگر مظاهر قدرت در جمله رئیس جمهور اگر کلماتی از قبیل اسکله، فرودگاه، شرکت‌های پیمانکاری و حاشیه امن را قرار دهیم موضوع روشن‌تر خواهد شد. بله، موضوع روشن‌تر شد. به همین خاطر هم بود که باند خامنه‌ای بلافاصله دست به کار شد و پاسخ تک باند روحانی رو با پاتک‌های ولایت مدارانه داد. مثلا آخوند احمد خاتمی یا همون خرچنگ لومپن ولایت، همون که به فساد میگه فساد، رفت پشت تریبون نمایش جمعه و شروع کرد به خط و نشون کشیدن برای کوسه و دمش. از جمله عوامل فساد عزل و نصب های باندی و جناحی است.
شما وقتی یه باند رو سر کار آوردی، یک نفر از باند اگر به فساد افتاد خوب رفوش میکنن. تا وقتی که عزل و نصب های جناحی باشد، با کمال تأسف باید بگیم فسادها هم ادامه داره. بعد هم بهشون هشدار داد که اگر قرار باشه موچگیری و این حرفا ادامه پیدا کنه، اون وقت هرچی دیدید از چش خودتون دیدید. مبارزه با فساد، برنامه ریزی و قاطعیت میخواد، عزم برای مبارزه میخواد، با حمایش، با تحلیل، با مچگیری از این و اون، با مچگیری از این نهاد و اون نهاد چیزی حل نمیشه. شریعت مداری هم طبق معمول تیغ کیهان رو بیرون کشید و رفت برای خط خطی کردن سر و صورت آخوند. وقتی مقام بلند پایه دولتی بیان که لازم بداند کوچکترین سند و مدرکی ارائه کند، آبروی سلمان و ابوذرهای کشور را به حراج می‌گذارد، منطقی این است که فکر کنیم حقیقتی است که به ناز پنهان نگه داشته شود، نقشه که می‌ترسم براب شود یا بده بستانی که نگران افشای آن هستند. آخوند سعیدی هم که نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، قبل از نمایش جمعه خودش رو رسوند و یه گریزی به عمق استراتژیک نظام زد. اگر امروز قله‌های بلندی را فتح کردیم و عمق استراتژیکیمان را تا ساحل مدیترانه و بندر عقبه پیش بردیم، به خاطر پیروی مردم از مقام معظم رهبری بعد از خمینی است. البته خان روحانی هیچ مخالفتی با تروریسم سپاه پاسداران در عمق استراتژیک نظام نداره. مسئله آخوند روحانی یک چیز بیشتر نیست و اون هم خارج کردن منابع ثروت از قبضه سپاه. حالا چرا؟ به یک دلیل خیلی ساده و روشن. باند رفسنجانی و روحانی تنها راه نجات رژیمش رو در آویختن به غرب میدونن و غرب‌آویزی هم در سرمایه گذاری خارجی خلاصه میشه. تا وقتی بختک سپاه از روی اقتصاد ایران بلند نشه، آخوند روحانی نمیتونه معاملاتش با خارجی ها رو جوش بده. این هم نمونه ای از خیال پردازی های آخوند روحانی همراه با گوشه و کنایه به سپاه، البته با دجالگری خاص خودش. ملاحظه کنید، امروز جایگاه ایران در افکار عمومی دنیا و در میان سیاست مداران با چند سال پیش زمین تا آسمان متفاوت است. مردم سراسر جهان به فضای ایران، به امنیت ایران اعتماد کردند و شما می‌بینید که هتل‌های ما که در سال 91 همش خالی بود و در 92 تا حدی رونق پیدا کرده بود، در 93 هیچ هتل قابل ذکری در سراسر کشور، مخصوصا در مناطق گردشگری، نه تو زمستان، تا تابستان سال آینده هم جاهاشون رزرو شده. این به معنی اشتیاق جهان برای آمدن به کشور هست. صدها و هزاران شرکت امروز منتظر شرایط آینده‌ای هستند که بتوانند وارد ایران شوند و کشور را از لحاظ سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های مورد نظر تأمین کنند. حالا یه اقلیتی البته ما داریم که از این وضع خیلی خوشحال نیستن، اونا هم انشالله از منافع زودگذرشون بگذرن. هرچی تا اینجا گفتیم زمین سازی بود، اینا همش زمین سازی بود، مقدمه بود. میخواستیم تصویری از تازه ترین بحران نظام ولایت فقیه ارائه بدیم. میخواستیم نشون بدیم که توی این نظام پابگور چطور کارد به استخون رسیده و پایه های میلیتاریسم عمام پیچ به لرزه در اومده. در قسمت بعدی شطرنجی کمی در رابطه با اختاپوس سپاه پاسداران صحبت میکنیم.
و به سوابق دستاندازی سپاه به منابع ثروت و ابعاد حیرت انگیز این چپاولگری میپردازه. تا شطرنجی بعدی، خدا نگهدار همه شما. We'll be right back.